اول از همه از کلیسای سانیول سلام دارم خدمتون، از طرف کشیش کامیل عزیز، کشیش خسرو و خادمین کلیسای سانیول خیلی سلام‌های گرم ما رو بپذیرید. ما از کنفرانس قبلی که خدمتون بودیم سال گذشته دلهامون واقعا به شما و خادمین این کلیسا چسبیده، براتون در دعا هستیم و امیدوارم که همکاریمون نزدیکتر، صمیمیتر و پر از محبت آگاپه خدا بشه به زودی و شما رو در اونجا ببینیم. تشریف بیارید، حالا شما از این بعد 4 ساعته میایید اشکال نداره، بیایید. آره خوش میگذره بهتون. آره خب حالا چراغا که اینجوری من خیلی شما رو نمیبینم غیر از همین، نه اشکال نداره راحت باشید، فقط میخوام ببینم که اینجا فوتبالیست یا فوتبال دوستم داریم؟ آره؟ پس خوشحالید از اینکه تیم ملی فعلا در صدر جدول با امتیاز خوبی ایستاده. آره؟ خب اگر که بازیکنان تیم ملیمون امروز اینجا ایستاده بودن چجوری تشویقشون میکردید؟ ازشون ممنونیم، از اون بازیکن مراکشی هم ممنون هستیم و دعا میکنیم خدا بهش صبر بده. گناه داره. عرضم به خدمتون که روز پدر رو منم تبریک میگم به همگی و خوشحالم که اینجا هستم توی این روز و خوشحالم که فرزند پدر آسمانی هستم و همینطور همه شما، و این رو از فیض او داریم نه از کارهای ما. امروز اگر عیسی مسیح اینجا بود چطور او رو میخواستید تشویق کنید و شادیتون رو بهش نشون بدید؟ آمین. خدای ما خدای شادی هاست و شادی رو دوست داره. آمین. و خوبه که ما هم هر روز شادیمون رو چک کنیم، چون که دنیا خیلی مجهز بیرون این در ایستاده که شادی رو از ما بدزده. شادیمون رو هر روز چک کنیم، همدیگر رو میبینید یادآوری کنید به همدیگه که شادی خداوند رو داری، اجازه بدیم شادی از ما بیاد بیرون و به همدیگه انتقال بدیم اون شادی رو. آمین. اینجوری یه مقدار دیگران میدونن ما فرق داریم. مسیحیت یک راه ارتباط با خداست که درش شادی و خیلی چیزهای خوب دیگه هست. مذهب نیست، دین نیست، چون که مردم از دین و مذهب خوششون نمیاد و بیزارن، ولی ما به یک رابطه الهی با خدای پدر ایمان داریم و اعتقاد داریم و اون رو میخوایم هر روز تازه کنیم و نو کنیم. با یک آیه شروع میکنم که فکر میکنم توی برگه ها دارید، از انجیل لوقا فصل 4 آیه 18 میگه که روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مست کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکست دلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم تا کوبیدگان را آزاد سازم و از سال پسندیده خداوند موعظه کنم. تک تک ما تو این جملات شاید بودیم، شاید باشیم و قرار بگیریم، و اگر که کور باشیم اون پیام بینایی که برای ما میاد و شفا رو برای ما داره چقدر ما رو اکسایتد میکنه، چقدر ما رو خوشحال میکنه که یک انسان کور قراره که بیناییش رو به دست بیاره. نه؟ آمین. توی این مسیر که با هم هستیم، توی این یکی دو ساعت، درسته یکی دو ساعت هستیم دیگه. آره؟ آره؟ ما هم همچین عطایایی داریم. آره. کلن ایرانی ها میکروفون رو دوست دارن، سخت از دستشون بگیرن، برای همین این دیگه راحت کرده کارو.
امروز واقعا دعای من و پیامی که خداوند توی دلم گذاشته برای تک تک شما که اینجا نشستید، عزیزانی که ما رو از طریق برنامه‌های دیگه تماشا می‌کنن، فیسبوک و برنامه‌های آنلاین، به همه شما عزیزان این پیام رو می‌خوام بدم که حضور شما اینجا و یا پای اون تلویزیون یا هر وسیله‌ای که استفاده می‌کنید که این پیام رو بشنوید اتفاقی نیست. خدا برای همه ما برنامه‌ای داره و امروز اینجا هستیم که اون رو بشنویم و تو اون جایی که هستیم یک تصمیم امروز بگیریم و یک قدمی رو با هم برداریم. شکر. همینطور تشکر میکنم از خادمین کلیسا که این فرصت رو به من دادن، خواهرزوره عزیز، کشیش رسول عزیز، برادر گلم و همینطور دیگر عزیزان که بخوام اسم بیارم زیادید، منم اسم همتون رو بلد نیستم، اما مرسی که این فرصت رو دادید، مرسی برای فروتنی و محبتتون، خیلی ممنونم. ایشون با فروتنی روبن جان رو به عنوان پدر کلیسا معرفی کردن. خوشحالم که شما روبن رو دارید و ایشون و همسرشون شما رو خدمت میکنن و اون خدمت شبانی کلیسا و پدری رو روی دوششون میبرن جلو. بهتون تبریک میگم، هم توی خانواده هم توی کلیسا، و ایمان دارم که در نمونگی پر از قوت این شهر رو شما تکون خواهید داد و تسخیر میکنید. همینطور توی دلم بود آخر موعظه، یعنی توی پرستش گرفتم و نوشتم اینجا یک نوتی که برای برکت توی این کلیسا دعا کنیم و دعا میکنم که همین با همین شروع میکنیم اصلا، که برکت خداوند از آسمان همون جوری که گفته که آسمان رو باز میکنه برای ما و باران در موسمش بر زمینهای ما میاد، بر این کلیسا، بر تک تک شما به نام عیسی مسیح بریزه، بر شبانتون و بر تک تک شماها. و دعا میکنم که ما خیلی زود برگردیم دوباره اینجا و دعا میکنم که این دفعه که میایم کلیسای خودتون رو داشته باشید. به نام عیسی مسیح. به نام عیسی مسیح. انجام میشه، چون خدای ما خدای قادر و مطلقه و خدای برکت هاست. ما درست وایسیم سر جامون دریافت میکنیم. آمین. با یک سوال شروع بکنیم. این تیتر موعظه رو که یا اون پیغام رو گذاشتم به شباهت پدر و توی دلم بود با این شروع بکنیم، با این تیتر بریم جلو، چون که روز پدر هم هست و با یک سوال این رو ادامه میدیم و به امید خدا میریم جلو. سوال اینه، فکر میکنید که هدف از آفرینش شما توی زندگی چی بوده و چی هست؟ یک کمی بهش فکر بکنید. آمین. مرسی. فرمون زود جواب داد. اما تو این مسیر که ما باید به شباهت پدر زندگی کنیم و تبدیل بشیم و جلو بریم، یک سری مسئولیت ها داریم و یک سری کارها هست که وظیفه ماست. خدا ایستاده، درست ایستاده، کامل ایستاده، آماده ایستاده، همیشه ایستاده که ما رو برکت بده و کمک بکنه که ما تو اون مسیری که باید بریم جلو بریم جلو. اما ببینیم که ما کجا ایستادیم. بعضی از ماها پیش میاد که توی زندگی روزمرمون بعضی وقتا گم میشیم. هر روز از خواب بیدار میشیم و میدونیم که باید بریم سر کار، میریم سر کار، کارامون رو انجام میدیم، خوب، کم، زیاد، برمیگردیم خونه، استراحت احتیاج داریم و یا کارهایی که توی خونه باید انجام بدیم و اون روز میگذره و دوباره یک روز دیگه، یک سناریوی تکراری. خیلی از ما تو این شرایط بودیم یا هستیم، یا حداقل بعضیامون. بعد دوباره آخر هفته میشه، یک شنبه، بعضیامون با اشتیاق، بعضیامون با خستگی میخوایم که به کلیسا بیاییم و این هم عالیه، خیلی هم خوبه، ولی چه کنیم؟ برای چی میاییم کلیسا؟ پس چرا آفریده شدیم؟ پلن خدا برای ما چیه؟ حالا تو این مسیر که میایم چرا کلیسا میایم هر هفته؟ من دیدم بعضیا طبق عادت میان کلیسا. عادت خوبیه. عادت خوبیه. اما خدا یه هدف بزرگتر داره. نمیخواد ما طبق عادت بیاییم و طبق عادت هم برگردیم. میخواد بیاییم ملاقات بکنیم با همدیگه، ملاقات کنیم با خداوند و از او پیام تازه بشنویم.
در طول هفته دعا کنیم، در روحیه دعا باشیم، در کلام و در دعا با خدا رابطه داشته باشیم و یک شنبه بیایم فقط تایید بگیریم. یک شنبه نیم صدای خدا رو بشنویم، یک شنبه بیایم صداهایی رو که در طول هفته شنیدیم تاییدش رو بگیریم، وقت با قوت میتونیم انجامش بدیم و قسمتی از اراده خدا در زندگی ما از طریق ما انجام بشه. هدف باید این باشه، به شباهت خدا تبدیل شدن. خیلی عالیه، خیلی خوبه. اگر که با انسانهای مختلف بیرون از کلیسا صحبت بکنید، بعضیاشون انسانهای خوبی هستن، همه تفکراتی دارن، اما مخصوصا تو جامعه ما ایرانی وقتی که با بعضی راجع به مسیح صحبت میکنیم، اینها دوست ندارن بشنون متاسفانه. و یک کمی که باشون نزدیک میشیم، حالا به یه طریقی سر صحبت رو باز میکنیم، این نقطه مشترکی اون تو رابطمون پیدا میکنیم و صحبت میکنیم، از اعتقاد خودشون وقتی باز کنن و بگن، بعضیشون حتی خدا رو قبول ندارن، بعضیشون خدا رو قبول دارن، ولی خب میگن ما دین و مذهب رو دوست نداریم، قبول نداریم و بیزاری مثلا ازش و حتی دوست ندارن بشنون راجع به مسیح و مسیحیت رو به عنوان یک مذهب یا به عنوان یک دین میبینن، چون که اینجوری هم بوده. مسیحیت داریم که دین، مسیحیت داریم که مذهبه و مسیحیتی داریم که رابطه انسان با خداست و اون رابطه انسان با خدا رو ما باید سعی بکنیم زندگی بکنیم. به شباهت مسیح تبدیل شدن اینه که ما بتونیم اون رابطه رو داشته باشیم هر روز. تو اون رابطه است که ما میتونیم شخصیت خداوند رو بهتر بشناسیم و بعد با دعاها بخوایم و قدم برداریم تا اون شباهتی رو که ما احتیاج درش رشد بکنیم به شباهت مسیح تبدیل بشه در ما. اون قوتش رو خدا به ما میده، ولی خب احتیاج ما هم قدمی رو برداریم. این عزیزانی که اینجوری فکر میکنن، اینها میگن که ما انسانیت رو قبول داریم، ما فقط انسانیت رو قبول داریم. توی جوامع مختلف هم این گونه افراد زیادن و هستن و خب خیلی خوبه. انسانیت هدف عالیه که بشریت بخواد دنبال بکنه و بره، آرمان خوبیه. خیلی ها برای رسیدن به این آرمان که انسانیت و تعریفش میکنن، میگیم خب انسانیت یعنی چی؟ میگه خب یعنی این که آدم باید آزاد باشه، انتخاب بکنه، آدم باید اون خوبی ها رو بشناسه و انجام بده توی زندگیش، در حق کسی بدی نکنه، ظلم نکنه، ستم نکنه، چیزهای خوبی میگن. اما دور و برمون رو نگاه کنیم، کشورهای مختلف دنیا رو نگاه بکنیم، همین جوریه، پر از ظلم و پر از مشکلات و پر از سختی ها و جایی رو نمیبینیم که اون انسانیتی که باید باشه و اونجوری که اونا تعریف میکنن، حقوق برابر، نه فرقی بین رنگ پوست و جایگاه اجتماعی و خیلی از اینجور مسائل، بین جنسیت فرقی نباشه، همه اینا درسته و باید باشه و خوبه و عالیه. اما کجا این مسئله رو ما دقیقا میتونیم ببینیم؟ تو هیچ جامعه‌ای من ندیدم که باشه، تو هیچ تفکری، تو هیچ مذهبی، تو هیچ اعتقادی به صورت عملی به این نرسیدن. حتی ما مسیحی‌ها هم تو این قسمت ضعیفیم و باید تکون بخوریم، باید قدم برداریم، باید بیشتر حتی بدونیم راجبش. همین اگر که خانمایی که تازه میان کلیسا صحبت میکنن، مخصوصا مسلمان‌زاده‌ها، به یک سری آیات که میرسن سوال دارن و نمیدونن که چرا این چجوریه، مگه توی مسیحیت مرد بالاتر از زنه یا چرا فرق گذاشته؟ میدونید بیرون کلیسا اینجوری به ما نگاه میکنن، ولی اینجوری نیست. خدا زن و مرد رو مساوی و برابر آفریده و هر دو مثل هم باید خدا رو اطاعت کنن. هر دو توی افسوسیان فصل 5 میکنم آیه 19 میگه در خداوند یکدیگر رو اطاعت بکنید، یعنی هم آقایون هم خانوما جایی که از خداوند دارید میگید باید از هم اطاعت بکنید، اما مسئولیت ها متفاوته، درسته، و اون بحث دیگه ای. این خبر خوشی که هست، با اینکه توی دنیا شلوغی ها هست، توی دنیا سختی ها هست، توی دنیا ظلم و ستم و گناه و خیلی چیزهای دیگه هست، جنگ و خونریزی و این مسائل هست، خبر خوش اینه که اون انسانیتی که
بشریت واقعا بهش احتیاج داره، انسان بهش احتیاج داره. اون در مسیح یافت میشه، اون در مسیح هست. ماها مسئولیت داریم که اون انسانیت رو بشناسیم، زندگیش کنیم و دیگران این رو در ما ببینن. وقتی اون انسانیتی که مسیح داره میگه و آفر میده رو ما بشناسیم و زندگی بکنیم، اونقدر این شیرینه که دیگران از اون شیرینی جذب میشن. شکر میکنم امروز فکر کنم 3 نفر مهمان جدید دارید توی کلیسا. من 3 تا رو دیدم دست بلند کردید. اگر بیشتر هست خدا رو شکر برای شما عزیزانی که اینجا هستید، و خدا رو شکر میکنم برای کسانی که شما رو دعوت کردن و باعث شدن امروز اینجا باشید. از اونها و از شما و از خداوند تشکر میکنم واقعا، و امیدوار هستم که محبتی که بین این عزیزانی که اینجا نشسته، اینقدر شما اون محبت رو بچشید، خلوصش رو ببینید که خودتون بخواید بار دوم بیاد. من همیشه میگم افراد رو یک بار دعوت کنید به کلیسا، ولی اون یک بار اینقدر ما درست اونها رو خدمت و محبت بکنیم که دفعه‌های بعد خودشون بیاد. ما یه موقعی توی کلیسای سانیول عزیزان از روی محبت افرادی که تازه می اومدن همه دورشون رو میگرفتن، میخواستن محبت کنن، خدمت کنن، و خیلی سوال میکردن از کجا اومدید، کی اومدید، خب شما رو تلفنت چیه، اسمت چیه، چطوری اقامت گرفتی، دید زیاد میشد، بعد طرف میترسید. ما ایرانی هایی که از اون بر بعد از این مدتی اومدن و اون جو توی ایران رو تجربه کرده بودن، از این سوالا خوششون نمی اومد. بعد گفتیم بابا یه کمی ریلکس تر این محبت خالصانه مسیح رو ارائه بدیم، بعد خود افراد دوباره دوست دارن بیان و با ما رابطه داشته باشن و با مسیح رابطه داشته باشن. ما مهم نیستیم، مهم مسیحه. ما باید مسیح رو جلال بدیم، نه خودمون رو. پس سعی کنیم اون لوله های خالی باشیم که محبت مسیح از ما به افراد انتقال پیدا میکنه، و این پوینت و هدف عالی و خوبیه. به شباهت مسیح تبدیل شدن لازمش اینه که با مسیح رابطه داشته باشیم. به شباهت پدر تبدیل شدن لازمش اینه که با پدر رابطه داشته باشیم. توی خانواده ها اگر که دقت بکنید، بعضی وقتا یا خیلی وقتا دیدید یک سری عادت ها هست، حتی توی جامعه ها افراد بر اثر رابطه‌ای که با هم دارن اون عادت‌ها رو میپذیرن و انجام میدن، مثل غذا خوردن، مثل خوابیدن، مثل ورزش کردن، مثل خیلی چیزهای دیگه. مثلا توی جامعه ما ورزش حداقل توی اون دوره سنی که ما بودیم خیلی کوچیک بود، خیلی پایین بود، خیلی کم اهمیت بود. مثلا زنگ ورزش یا معلم ورزش نبود، یا اینکه زنگش رو میتونستن بگیرن بدن به یه کلاس دیگه، چون خیلی مهم نبود. برای همینم مثلا خب من الان خیلی ببینید عرضم استانداردی که خدا گذاشته نیست، اما دارم تلاش میکنم که بیارمش تو اون استانداردی که خدا گذاشته. آره، ولی برعکسش اینجا توی مدرسه ها میبینم خیلی به ورزش اهمیت میدن. اصلا ورزش جزی از لایف استایل اینجایا هست. یعنی میخوام بگم عادت ها توی جوامع فرق میکنه، توی خانواده هم همینجوره. بر اثر رابطه ای که هست ما میتونیم یک سری چیزها رو کسب بکنیم و یا یاد بگیریم و اون عادت میشه. پس به شباهت پدر یا مسیح تبدیل شدن لازمش اینه که با مسیح زندگی کنیم، با مسیح رابطه داشته باشیم و بتونیم از مسیح و شخصیت مسیح یاد بگیریم. و توی کلام که خداوند برای ما گذاشته میتونیم شخصیت مسیح رو هر روز در بیاریم و تغذیه بشیم، و شخصیت ما با نسبت به شخصیت مسیح خودمون رو بسنجیم. با همدیگه نسنجیم، با همسرت نسنج، با بغل دستیت که اینجا نشسته نسنج، با اون عزیزی که بیرون از کلیساست و زندگیش به خیلی از مسائل بازه نسنج، با مسیح بسنج. اگر با اون چیزا بریم اشتباه کردیم، با هر کدومش، ولی با مسیح بسنجیم. چون با ما وقتی که با مسیح میسنجیم، مسیح ما رو محکوم نمیکنه، مسیح ما رو تشویق میکنه، میگه فرزندم دستتو به من بده، من تو رو میخوام یه قدم به خودم نزدیکتر کنم، من میخوام یه قدم از اون جایی که هستی در محبت یا هر چیز دیگه‌ای بیارمت بالاتر، به شباهت من رفتار بکنی. بعضی وقتا سخته، اما قوتش رو هم
خودش میده. آمین. آمین. برگردیم یکم عقب. یادتونه توی پیدایش فصل 2 آیه 7 کی بلده؟ خدا رو شکر همه اهل مطالعه هستیم. میگه خداوند انسان رو از خاک زمین بسرشت و در بینی او از روح خود و یا از روح حیات دمید و انسان موجود زنده شد، یا انسان نفس زنده شد. ما از اول شبیه خدا آفریده شدیم، درسته؟ اما این شباهت رو آدم و حوا بر اثر اون گناهی که کردن یه مقداریشو از دست دادن، چون جنس روح خدا که در ما دمیده شده بود عوض شد، از نور به تاریکی تبدیل شد. اگر اونا گناه نمی کردن ما گناه می کردیم، اونا گناه کردن ما هم گناه کردیم، پس همه گناه کردن و از حضور خدا قاصرند. این البته آمین نداره، اما اگه خواستید آمین بگید چون کلام خداست. مرسی. اما امروز این فرصت برای ما فراهم شده و امروز این فیض شامل حال ما شده که دوباره به آغوش پدر برگردیم و دوباره اون فرزند خوندگی رو که از دست داده بودیم با کاری که مسیح روی صلیب برای ما کرد دوباره به دست بیاریم و دوباره به شباهت پدر برگردیم، چون خدا انسان رو به شباهت خود آفرید. آمین. خدا فکر داره، احساس داره، اراده داره و ما هم فکر و احساس و اراده داریم. توی غلاطیان فصل 5:22 9 تا میوه روح القدس رو به ما یاد میده: محبت، خوشی، آرامش، صبر و الی آخر. اما چه قبل از اینکه با مسیح آشنا بشیم و ایمان بیاریم و چه الان میبینیم که اون محبت، شادی و آرامش و یا صبر 100% از ما بیرون نمیزنه، درسته؟ ولی باید بزنه، چون که ما به شباهت خدا آفریده شدیم و خدای ما خدای 100% محبته، خدای ما خدای 100% آرامش و 100% سلامتی و 100% بردباری و 100% فروتنی و 100% خیشتنداری و همه این هاست. اما ما احتیاج داریم به شباهت پدر تبدیل بشیم. توی افسوسیان فصل 4 این رو باز کرده برای ما، میگه که فصل 4:13: تا همه به یگانگی ایمان و معرفت تام پسر خدا و به انسان کامل. انسان کامل همون انسانیتیه که اول صحبتش رو کردیم، به اندازه قامت پوری مسیح برسیم. این ترجمه قدیمش بود، مجدرم براتون میخونم. میگه تا ما همه به آن وحدتی که در ایمان و شناسایی پسر خداست. توی کتابای شما نوشته فرزند خدا، من رو این حساسم، اینجا میخونمش پسر خدا، چون فرزند خیلی ها هستن اما پسر فقط یکیه و اون عیسی مسیح. پس تا ما همه به آن وحدتی که در ایمان و شناسایی پسر خداست دست یابیم و مطابق آن میزان کاملی که در مسیح یافت میشود به انسانیت کامل برسیم. آره، اگه اینو من گوشم بزرگتره، اینو به سایز من گرفتن. مرسی. اون انسانیت کامل که بشریت بهش احتیاج داره و دنبالش هست در شخصیت مسیح یافت میشه و توی این آیه داره برای ما باز میکنه تا ما همه به آن وحدت. وحدت رو که میدونید یگانگی، یعنی در یک مسیر در ایمان و شناسایی پسر خدا یافت میشه. یعنی اینکه من و شما باید اون مسیحی رو که میگیم میپرستیم، مسیحی رو که میگیم خداوند ماست، شخصیتش رو باید بشناسیم. چند نفر از شما مسیح رو به عنوان خدا و خداوند پذیرفتید؟ میشه دستاتون رو برید بالا. آمین. من توی کلاس که اینو درس میدم، بچه‌هایی که میان نویمان هستن و دستشون میبرم بالا، بعد یکی یکی ازشون سوال میکنم که اوکی، آیا مسیح خداوند زمان شما هست؟ آیا مسیح خداوند پول شما هست؟ آیا این خداوندی رو تو اون بعد بردید و اجازه میدید که تو اونجا خداوندی کنه؟ آیا مسیحه که برای زندگی شما تصمیم میگیره یا خودتون؟ یه آیه قشنگ دیگه داریم توی غلاطیان فصل
دو آیه 20 میگه من با مسیح مصلوب شدم، به طوری که دیگران که زندگی میکند من نیستم بلکه مسیح است که در من زندگی میکند. و در خصوص این زندگانی دنیایی که جسمانی که دارم، فقط به وسیله پسر خدا که منو محبت کرد زندگی میکنم. این آیه رو حقیقتش من نوشتم، توی ماشینم گذاشتم، هر روز میبینم، چون باید هر روز ببینم، وگرنه اگر یاداوری به خودم نکنم که من با مسیح مصلوب شدم، اون منه دوباره میاد جلو، اون منه میخواد تصمیم بگیره، اون منه میخواد زنده باشه، اون نفس منه. ولی کلام خدا میگه نفس خودمون رو با تمام خواهشاش روی صلیب بگذاریم، و این کاریه که هر روز باید بکنیم. بعضی وقتا من خودم فراموش میکنم، و اگر این کار رو نکنم اون منه زندگی میکنه و اون وقت خرابکاری‌ها شروع میشه، اشتباهات شروع میشه، گناه‌ها شروع میشه، و ما خادمین اشتباه میکنیم و گناه میکنیم. اما خدا رو شکر که فیض خداوند بر ماست، وگرنه به حضور خدا دفعه بعد میرفتیم مثل اون کاهنان عهد عتیق، دیگه بر نمیگشتیم، باید با طناب ما رو میکشوندن. ولی خدا رو شکر در دوره فیض هستیم و فیض خداوند بر ماست. آمین، آمین. این آیه افسوسیان 4:13 و یا حتی همون غلاطیان 2:20 هدفهای خوبیه که ما برای خودمون انتخاب بکنیم و داشته باشیم. اگر که توی دلیلهایی که برای خودتون از زندگی و زنده بودنتون دارید این چیزها جایی داره و یا جایی نداره، امروز یه تغییری توی فکرتون بدید و اینها رو جای بدید، جا بدید تون هدفی که دارید برای زندگیتون، چون این کمک میکنه که ما در مسیر درست حرکت بکنیم و بتونیم اون اراده خدا که از هر چیزی برای من و شما بهتره، اراده پدره. کدوم پدریه که برای فرزندش چیز خوب نخواد؟ کدوم پدریه که حاضر نباشه برای فرزندش همه چیزش رو بده؟ پدر نمونه ما در آسمان اومد روی زمین، جسم پوشید، روی صلیب رفت، به خاطر ما گناه کردیم، امروز توی سرودا بود. پس ما هم آماده باشیم که این اراده خدا رو که برای ما نیکوییه و بهترینه بپذیریم، تو رابطمون با خدا درست بیستیم، این رو هدف قرار بدیم. افسوسیان 4:13 به شباهت مسیح تبدیل شدن رو هدف قرار بدیم، در هدفهامون جا بدیم این رو، یه قسمتی بهش بدیم. حالا بستگی به خودتون داره، چقدر ایمان دارید به این آیه یا چقدر ایمان دارید به رابطه با خدا. میدونید چرا میگم چقدر ایمان دارید؟ ایمان رو من دو قسمت میکنم. توی ادبیات کلیسایی به هم میرسیم یا به یک فرد جدید میرسیم یا راجع به یک فردی میخوایم صحبت کنیم، میگیم ایمان داره یا نه. خب این قبول، ایمان میاریم، اما وقتی که ایمان میاریم همه چیز آیا در ما عوض میشه؟ باید بشه، اما زمان میبره، چون ما در یک سنی ایمان آوردیم و تا اون سن فکر ما، شخصیت ما، احساسات ما شکل گرفته، یک سری چیزها و باورهایی داریم که شاید باید عوض بشه و اون یه روزه اتفاق نمیفته. پس من میگم ایمان نسبیه و نسبتش به نسبت رابطه‌ایه که من و شما با خدا داریم، چون تو اون رابطه است که من و شما خداوند رو میشناسیم. رابطه ما رو به شناخت میرسونه. شما به امید خدا یک رابطه صمیمیتر و نزدیکتری با ما شروع کنید، بیایید سنحوزه و چند بار برگردید، منو بیشتر میشناسید، بچه های اونجا رو بیشتر میشناسید و یک شناخت نسبی به نسبت رابطه‌ای که با هم داریم از همدیگه پیدا میکنیم که بهتر از این خواهد بود و بهتر همدیگه رو میشناسیم. چون رابطه با خدا هم همینطوره. البته کلام خدا میگه که اون فکر یا مغز انسان گنجایش درک اون عظمت و بزرگی و جلال خداوند رو نداره، اما به نسبت اون رابطه‌ای که میتونیم با خدا داشته باشیم تصوری میتونیم از خدا داشته باشیم و اون وقت کلام اون رو به نسبت ایمانمون میپذیریم و انجام میدیم. پس دعا میکنیم که اون نسبت هی بره بالاتر، ما هر روز در رابطه قویتر، محکمتر بریم جلو و اون رابطه رو بتونیم برقرار بکنیم و اون به اون شناخت برسیم. میدونید بعد از شناخت به چی میرسیم توی رابطه‌های انسانی؟ به اعتماد. متاسفانه خیلی جاها به عدم اعتماد. یعنی یه دوراییه دیگه، وقتی با یه نفر رابطه برقرار می‌کنی می‌شناسی اون رو،
بعد از شناخت یا بهش اعتماد میکنی یا میبینی که این شخص آدم قابل اعتمادی نیست. بعد پله بعدی اعتماد اطمینانه، یعنی یه لول وقتی که باز رابطمون بیشتر شد از اعتماد میریم به اطمینان میرسیم و دیگه به اون شخص اطمینان داریم و ایمان یک لول بالاتر از اطمینانه. پس توی رابطمون با خدا اینجوری بریم جلو، با ایمان بپذیریم، کلام رو بگیریم، دعا بکنیم روش و زندگی بکنیم، وعده های خدا رو بگیریم و نقد بکنیم. وقتی که دیدید که خداوند نیکوست و چشیدید و وقتی که با اعتماد پذیرفتید کلام او رو و قدم اول رو شما برداشتید با ایمان، دفعه بعد با اطمینان برمیدارید و دفعه سوم با ایمان اون قدم رو برمیدارید. یعنی ایمان دارید که وقتی که خداوند گفت میشه، خداوند گفت و شد، ولی امروز ما این رو باید با ایمان بپذیریم، یعنی توی رابطمون به شناخت و اعتماد و اطمینان برسیم تا ایمان ما یک پشتوانه داشته باشه، روی هوا نباشه، با ایمان بغل دستیتون نباشه، روی ایمان کشیش عزیزتون نباشه، روی ایمان خودتون باشه. چون اگه روی ایمان ایشون برید میشه مذهب، اما وقتی که روی ایمان خودتون برید میشه رابطه درسته با خداوند. و تو اون رابطه وقتی که شما با یکی رفت آمد دارید، شناخت دارید، اون وقت میتونید شخصیت نیکوی رو ببینید و اون چه که مال شماست و میتونید درش رشد بکنید قدم بردارید به شباهت خدای پدر، به شباهت مسیح تبدیل بشید. این شباهت خیلی قویه، این شباهت خیلی تاثیرگذاره و این شباهت یه دونش محبت مسیح. توی اون حکم اعظم چی گفت؟ گفت که توی یوحنا فصل 15-12 میگه حکم من این است که یکدیگر را دوست بدارید همانطور که من شما را دوست داشتم. قبلا جور دیگه ای بود، میگفت همسایت رو مانند خودت دوست بدار، اینجا گفت که یکدیگر را دوست بدارید همانطور که من شما را دوست داشتم. مسیح چگونه ما را دوست داشت؟ آگاپه. مسیح ما رو بلا عوض و بلا شرط دوست داشت و محبت کرد. پس ما هم این رو یاد بگیریم، رشد بکنیم درش و سعی بکنیم که همدیگر رو آگاپه دوست داشته باشیم. توی رومیان فصل 13 آیه 8 میگه که هیچ چیز به کسی مقروض نباشید به جز محبت به یکدیگر. پس مواظب باشیم تو زندگیمون جوری رفتار کنیم و بریم جلو، مخصوصا تو قسمت‌های مالی، که احتیاج نداشته باشیم از کسی قرض بکنیم. البته وعده خدا هست در تثنیه فصل 28، اگر آواز یهوه را بشنوی اطاعت بکنی، وعده داده که آسمان را برای ما باز میکنه و ما را چنان برکت خواهد داد که گنجایش آن را نداشته باشیم. آمین. و اینا انجام خواهد شد. پس اما تو این قسمت یه جا میگه که محبت رو به همه بدهکارید و باید پرداخت بکنیم و این محبت گفت مثل من، همون جور که مسیح ما رو محبت کرد، آگاپه بلا شرط. چون ما محبت انسانی هم داریم دیگه، درسته؟ پدر و مادر برای فرزندشون محبت دارن، انسان ها برای همدیگه محبت دارن، ما برای همسایه هامون، برای دوستامون محبت داریم، رفت آمد میکنیم باهاشون، یه بار دوبار میری، اگر که اومدن خب دوباره میری میای، یه بده بستون اینجوری داریم با هم. این شرطی، این انسانی. اگر محبت میکنیم، محبت شدیم، دوباره محبت میکنیم. ولی اگه انسانی بخوایم محبت کنیم و جواب نگیریم، اون مخزن محبت ما برای هم دیگه خالی میشه. خب اما این جنس محبت، محبت آگاپه مسیح، این متفاوته و این فرق میکنه. پس امروز اون محبت رو از آسمان دریافت بکنیم و همون جوری که توی رومیان 13:8 گفت که هیچ چیز به کسی مقروض نباشید به جز محبت به یکدیگر، آماده باشیم که این محبت رو به همدیگه هر روز بدهیمون رو به همدیگه بدیم. آمین؟ آمین. هستید با من؟ میشه الان بدهیتون رو به بغل دستیتون بدید؟ بهش بگید من شما رو آگاپه محبت میکنم و دوست دارم.
من شما رو مثل مسیح محبت میکنم. آمین. عزیزان، این مبحث محبت مبحثیه که ساعتها میشه راجبش صحبت کرد، چون که خدای پدری رو ما میپذیرفتیم و قبول داریم که خدای محبته و محبت رو در حق ما تمام کرده، جایی که جان خودش رو برای تک تک ما داد زمانی که ما نسبت به او در گناه بودیم و گناهکار بودیم. ما در محبت میتونیم همدیگه رو تحمل کنیم، در محبت میتونیم همدیگه رو بنا کنیم. اگر بدون محبت بخوایم کسی رو بنا کنیم، میشه همون امر به معروف و این صحبت ها و همدیگه رو آزار خواهیم داد. اما در محبت میتونیم همدیگه رو بنا کنیم، در محبت بهتره که همدیگه رو خدمت کنیم، در محبت پدر رو پرستش کنیم، در محبت هر باری رو تحمل میکنیم، در محبت صبر میکنیم. بعضی وقتا مجبوریم صبر بکنیم، قرقرم میکنیم، مخصوصا ما آقایون، خانم هم همیشه میگه. اما در محبت وقتی که صبر میکنیم دیگه اون قرقره میره جای دیگه، وقتی که اومد نباید راش بدیم، چون اینا هستن دور و بر زندگی ما. توی افسوسیان فصل 4 فکر کنم آیه 30 یا 31 اینا رو میگه، غیظ و بغض و اینجور چیزا، قرقرم توشه، میگه اینا دور و بر شما هستن، اینا رو بین خودتون، بین رابطه هاتون راه ندید. اوکی؟ پس هر وقت اینا اومد، خانوما آقایون به هم دیگه بگیم، چون خانوما ایرانی اصلا قر نمیزنن، اینو من مطمئنم. اما اگر که شریر اومد و خواست بیاد بین رابطه های شما و یک قرقری بیاره، شما همدیگر رو جوابگو نگه دارید، با فروتنی همدیگر رو بپذیریم. الهام جان من قول میدم هر وقت که این قرقره اومد شما به من بگی، من با فروتنی بپذیرم. آمین. شما هم این قول رو بدید به همدیگه. آره، خدا اول ما رو محبت کرد و جان خودش رو برای ما روی صلیب داد. عزیزان، این خدای محبت یک خدای واقعیه، یک خدای واحده. ما مسیحی‌ها سه تا خدا نمی‌پرستیم، پدر، پسر، روح القدس رو در یک ذات واحد می‌پرستیم. توی این جمع کسی هست هنوز خدا و عیسی مسیح رو به عنوان خداوند نپذیرفته باشه و بخواد امروز قلبش رو به عیسی مسیح بده که با هم دعا کنیم؟ کسی هست؟ این فرصت برای شماست. اگر تا به امروز اون پدر رو نپذیرفتی، اگر تا به امروز اون فرزندی پدر رو نپذیرفتی، امروز خداوند میگه بر در قلب تو ایستاده، در رو میکوبم. اگر باز کنی، به زور خدای ما به زور وارد نمیشه، هیچ زور و اجباری نیست، اما همیشه آماده است. بهتره که امروز روز پدره، روز خوبیه. اگر که هنوز قلبتون رو ندادید، اگر که هنوز قلبتون رو ندادید، میتونید الان دستتون رو ببرید بالا و با هم دعا بکنیم و این عزیزان آمین بگن. اگر راحت نبودید، بعد از جلسه بیاید جلو با من و عزیزانی که میان جلو برای دعا بکنید. امروز روز پدره و پدر آسمانی با آغوش باز آماده است که شما رو به عنوان فرزند خودش بپذیره. و هر خطا، توی اول یوحنا فصل 1 آیه 9 میگه که شما رو از هر خطا میبخشم و میآموزم. هر چقدر گناهان ما بزرگ، هر چقدر گناهان ما کوچک، خدای ما آماده است که همه اونها رو به وسیله اون خونی که خودش روی صلیب برای من و شما داد ببخشه و بیاموزه. پس این فرصت رو از دست ندید. من تشویق میکنم که بیایید و این رابطه رو شروع بکنید، با ایمان بپذیرید و اجازه بدید خداوند بیاد در قلب و فکر و احساس شما سلطنت بکنه و شما رو، حتی اگر میگه در وادی موت راه روی اصابت چوب دستی من همراه تو خواهد. آمین. پس این فرصت برای شما بازه. من چند دقیقه دیگه تموم میکنم و شروع میکنیم به دعا کردن. و اگر که هنوز قلبتون رو ندادید، هنوز اون خدای پدر رو نپذیرفتید،
امروز این فرصت رو از دست ندید. بله. خب یک دعایی رو میخواییم با هم شروع بکنیم. من تو دلم هست که روی سه مورد دعا بکنیم و خداوند عمل بکنه. یکیشو در مورد مسائل مالی و اون برکت در زندگی خودتون و در کلیسا، این یه مورده که میخواییم روش یک دل بشیم و دعا کنیم. کلام خدا توی متی میگه که اگر که دو یا سه نفر یک دل شده چیزی رو از من بخوان، پدر من در آسمان به آنها خواهد داد. پس امروز به قول کشش رسول عده ما بیشتر از دو یا سه هست و روح القدس اینجا هست. پس میخواییم به حضور خداوند بریم با دعا و این کلام خدا رو و این وعده رو و این خواستمون رو به حضور او ببریم و بطلبیم که اراده او انجام شود، نخواست ما. بطلبیم اراده او، آنچه که در آسمان است، همون ملکوت خداوند در آسمان، امروز بر روی زمین کرده شود. مورد بعدی که من نوشته بودم در مورد شفا هست، اما در دو قسمت، یکی شفای جسم، اگر کسی که هست توی جمع ما و شنیدم که چند تا از عزیزان بیمار دارن، روی اون دعا خواهیم کرد. و یک مورد دیگه در مورد شفا از، یا اسمشو بذارم آزادی، هم شفا هم آزادی از خشم و عصبانیت. اینها رو من از هفته پیش خداوند بهم داده بود این سه مورد حتما باید دعا بشه توی این کلیسا و با تأیید دارم این رو که خادمین دیگه که دعا میکردن برای امروز که من اینجا باشم، اونها هم جداگونه اومدن و این تایید رو به من دادن که پویا خداوند خواسته که این کار انجام بشه توی این کلیسا. پس یک دل میشیم و این رو میخوایم. قبل از اینکه دعا بکنیم من یه شهادت میدم و بعد دعوت میکنم عزیزان خادمین بیان جلو و آماده بشیم که به حضور خدا بریم و اون قوت روح القدس در ما امروز عمل بکنه و اون شفاهایی که میخواییم و اون چیزی رو که خواسته دلی قلبی ما هست به حضور خدا میبریم و اراده او در این کلیسا و در زندگی های شما انجام خواهد شد. روی همین مسئله مالی و روی همین شفای از خشم و عصبانیت خیلی کوتاه سعی میکنم دوتا شهادت بهتون بدم. ما حدود فکر میکنم 7 ساله که به امریکا اومدیم، 11 جون 2011، و خب مثل هر ایرانی دیگه زندگی های ما بالا پایین زیاد داشته. اینقدر من شهادت دارم که حد نداره، مامانم بیشتر از من. اینقدر خداوند در زندگی او کار کرده و فراز و نشیب هایی رو داشته ایشون برای تک تک ماها و زن دعاست. خیلی دوست داشتم اینجا باشه، برای همین ازش دعوت کردم که این برکت رو از ایشون بگیریم برای دعا. و به امید خدا دوست داشتید اگر بعد از جلسه وقت بود از ایشونم خودتون بشنوید توی مشارکت. خیلی کارهای عظیم خداوند در زندگیشون انجام داده. توی قسمت مسائل مالی یک شهادت بهتون بدم. ما اومده بودیم امریکا، خب زندگیمونو شروع کردیم. من سعی کردم بیزنس خودم رو شروع کنم، یه مقداری پول داشتم، یه سالی فکر میکنم روی اون کار کردم، یه مسیر رو رفتم و همه پولم از بین رفت. بعد رفتم توی کار بیزنس شروع کردم، اونجا خداوند خیلی عجیب عمل کرد و من نه زبان انگلیسی بلد بودم نه اصلا توی کار بیزنس توی قسمت سلزش تجربه داشتم، حتی خیلی چیزها رو نمیدونستم. اما اونجا که رفتم و شروع کردم، از همون ماه اول شدم تاپ سلزمن و خیلی عجیب بود. و منیجمنت اونجا که آشنای ما هم بودن، همیشه توی میتینگا منو کردن یه چکشی میزدن تو سر بقیه که این نه زبان بلده نه تجربه بلده، اومده همه تونو پس کرده. توی اون جایی که من کار میکردم یک 10 استپ 12 تا قدم برای برخورد با مشتری توی سلز به ما یاد داده بودن که از میت گرید شروع میشد تا دلیوری کردن ماشین.
و تو باید این استپا رو رعایت میکردی تا اون سلز تو طبق اون چیزی که میگفتن کامل میشد. من یه استپ به این اضافه کرده بودم توی بعد از مید گرید و اینا. زمانی بود که من کاستمر رو آورده بودم داخل اون دیلرشیپ و باید اینفورمیشنش رو وارد آن سیستم میکردم که بعد بره تست درایو. من اونجا یک استپ اضافه کرده بودم و یک تکست گروپ داشتم با خانومم و بچه ها و یه تکست میدادم برای دعا که من مشتری دارم برای من دعا کنید. هر جایی که من و الهام جان دو تا دختر داریم، هر جایی که ما چهار نفری دعا میکردیم اون دیل انجام میشد. وادور که کردیت یارو چی بود مشتری، یا اینکه اصلا یک شهادت های تو اون دارم که خودم باور نمیکردم این شخص میتونه ماشین بخره، ولی اون دعاه کارش رو میکرد. و من 9 ماه تو اون دیلرشیپ بودم، هر 9 ماه تاپ سلزمن، و اونجا یک جایگاه خاصی داشتن که من ماشینم باید میرفتم میذاشتم اونجا سلز پرسن آف دی مانت. و وقتی که اونجا شروع شد اینجوری و دیگه یه جور دیگه ای توی دیلرشیپ راه میرفتم، غرور منو گرفت و گفتم نه این دیلرشیپ فایده نداره. بدون اینکه با خدا چک کنم جابم رو عوض کردم رفتم جای دیگه. خیلی سختی کشیدم و بعد که حتی دیگه اینقدر شریر اومد حمله کرد که من همزمان توی کلیسا خدمت میکردم، یک شنبه ها این دیل رو داشتم با اونجا که من کلاسم رو میرم درس میدم بعدش میام سر کار روز یک شنبه، چون یک شنبه ها رو باید سر کار میبودیم. تو این دیلرشیپ جدید اومدن گفتن نه دیگه نمیتونی این کارو بکنی، باید بیای سر کار. با کشیش کامل مشورت کردم، گفت کلاستو دراپ کن ما یه معلم دیگه میاریم بذار. گفتم این عقب نشینی، گفت استراتژیکه اشکال نداره حواستمون هست. و این کارو کردم. ما روزای دوشنبه چهارشنبه کلیسای خانگی داشتیم توی خونمون و هفته اولی که من این کارو کردم و کلیسا نرفتم، هفته دوم اومدن یک اسکجول عجیبی به من دادن که هیچ روزی من نمیتونستم کلیسای خانگی رو منیج کنم و برم جلو، یعنی داشته باشم. و دیدم اوه یه قدم من اومدم عقب، اینا 2 قدم اومدن جلو. anyway خلاصه کنم چون خیلی طولانی میشه، من کویت کردم از اون جاب، اومدم رفتم اوبر کار کردم. بعدش اومدم دوباره توی دیلرشیپ دیگه، همون دیلرشیپی که تاپ سلز من بودم و خداوندی میکردم، رفتم شدم راننده پارت، یعنی خیلی پایین بود دیگه، ولی گفتم چون اسکجولش خوب بود، حقوقش خیلی پایین بود، ولی شنبه و یک شنبه آف بود و من دیگه به جای رسیده بودم که فقط دنبال این بودم فعلا یه کمی رو آب بمونم و کلیسامو از دست ندم، چون شریر یک غرور کوچیک چه کاری به من کرد. و خب برگشتم اونو داشتم، ولی زندگی به سختی، یعنی پیچکای من $800 $900 برای 2 هفته و 350 مایل در منطقه ما، همه چیز نزدیک به همه. امروز صبح صحبت میکرد خواهرم با کازینم، بیشترین فاصلمون 20 دقیقه درایوه، یعنی هر کاری بخوایم انجام بدیم بیشتر از 10 مایل ما نیاز نیست توی سنازه درایو بکنیم، همه چیز نزدیکه. ولی خب کار من اینجوری بود که 350 مایل در روز باید درایو میکردم از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر و این کمی سخت بود. و برای 2 هفته مثلا $800 که جمعش میشد $1,600 و اجاره خونه من $1,600 بود. و اینو چند ماه بردیم جلو. توی تمام اینها دل من و هدف من با خدا بود. و یک مورد دیگه ای که بهش اضافه بکنم، من 10/1 اولین چیزی که از واقعم بود میدادم توی همون شرایط. گفتم خداوند فراهم کننده است و از اون دست نزدم. شورت استوری، از یک و یه آفری اومد که توی، چون من سابقه کانسترکشن داشتم توی ایران و یه مشتری که آشنا بود اونم توی دیلر اومده بود تراک بخره، بهش رزومه‌مو داده بودم. 1.5 سال بعد به من زنگ زد و گفت که ما یک جاب اپورتونیتی داریم برای تو. و رفتم و جابو گرفتم با مثلا سالی $50,000. خب بهتر بود، ولی ساعت کارش من باید سان فرانسیسکو 5 صبح یه کاری رو، یه پروژه رو شروع می‌کردم تا 4 بعد از ظهر.
65 مایل درایو و 65 مایل درایو برگردم و دیگه برگشتنم خیلی خسته میشم. یعنی بعضی وقتا توی هایوی خوابم میبرد و میخوابیدم. خیلی فشار بود. بعد خیلی هم خوب کار کردم چون کار رو دوست داشتم و خیلی راضی بودم نسبت به جابای قبلیم. و بعد از تمام کردن فکر کنم 4 یا پروژه پنجم بود، تازه دمالش کردیم یه ساختمون خیلی بزرگ رو و خیلی هم همه از من راضی بودن. اون صاحب شرکت اومد اونجا یه بار سر زد روز جمعه 30 یا 31 ژانویه 2015 و گفت که عصری بیا آفیس. گفتم خب آخر ماست چه کار رو داره میده. رفتم چکم رو داد، تشکر کرد، گفت شما اخراجی. و منم داشتم خونه میخریدم اون موقع، یعنی همه چیز رو ستاپ کرده بودم و یک سیستمایی هست اینجا نمیدونم دارید یا نه، BMR بیرو مارکت ریت که شهرداری میده و خونه های خوبی هستن به 30% قیمت شما میخرید، یه سری محدودیت ها داره. و اون فرصت رو از دست دادم و من اخراج شدم اونجا. فردای صبح اون موقع که شنبه بود ما یک جلسه خادمین داشتیم صبحانه ساعت 7 صبح. حالا من 6 بعد از ظهر جمعه اخراج شدم، 7 صبح شنبه رفتم صبحانه میتینگ خادمین. از اونجا در اومدیم، یکی از خادمین که کار کانستراکشن میکنه و با من در تماس بود، با هم دوست بودیم، ایشون از چیزی که برگشتیم صبحانه داشتیم میریم به سمت ماشینامون، گفت پویا تا کی میخوای وایسی تو این شرکت کار کنی؟ چرا نمیای برای من کار کنی؟ بعد گفتم خب حالا داری بهم جاب آفر میدی؟ گفت که آره. گفتم خب روش فکر میکنم. این دید من تحویل نگرفتم و به قول خودش تاخچه بالا گذاشتم، منو ول نکرد. گفت که برنامه چیه امروز؟ گفتم نمیدونم. چرا؟ گفت که ماشین تو بذار اینجا با هم بریم یه تابی بخوریم. و منو برد 3-4 تا پروژه های تور به من داد که من اکسایتد بشم و قبول بکنم بهش. گفتم باشه من روش فکر میکنم. هنوز هیچ کس نمیدونست من اخراج شدم، حتی همسرم هم نمیدونست. دوشنبه، سه شنبه، خلاصه من سه شنبه صبح به خانمم گفتم، دوشنبه با کشیش خسرو که شبان مستقیم من از صحبت کردم و با ایشون درمیون گذاشتم، بعدش سه شنبه صبح دوباره به الهام جان گفتم، ایشون رفت سر کار و زور دیدم این آقا دوباره به من زنگ زد که چی شد؟ این من منتظرتم. گفتم که اوکی. گفت بیا نهار با هم بخوریم. رفتم اونجا و جاب آفرش رو قبول کردم. حقوقم 2 برابر اون چیزی بود که کار میکردم. و ساعت من باید 3:30 صبح بیدار می شدم که 4 از خونه بزنم بیرون و 5 سر کار باشم. بعد اینجا 8 صبح بچه هامو می برم مدرسه، یعنی 8 دراپشون می کنم، میرم سر کار، پراجیکت منیجر، 3-4 تا پروژه زیر دستم و راحت دارم زندگی می کنم، خدمت می کنم و خونه هم خریدیم پارسال. آره، چون 1 سال بعد از اینکه من برای این شرکت کار کردم خدا اینقدر به ما برکت داد که خونه هم خریدیم. و روزی که من اخراج شدم، اینو میگم و شروع میکنیم دعا کردن، روزی که من اخراج شدم ما یک گروپی داریم که رازگاهان میکنیم و یک خواهری از توی کلیسای خانگی ما 3-4 تا کلیسای خانگی داریم خودمون، اینشون برای همه آیه میفرسته و فکر میکنم از مزامیر 81 10 تا آیه برای من فرستاده بود. همون جایی که من توی آفیس اون رئیسم بودم که من اخراج کرد و داشتم باش صحبت میکردم و تو یه دقیقه رفت بیرون بیاد، گفتم الان که برگشت بهش میگم که بذار من 3 ماه برات مجانی کار کنم که بتونم خونه رو بخرم، چون فرصت خونه رو از دست میدادم برای شهرداری. بعد توی این فاصله این اومد 10 تا آیه اومد و این 10 تا آیه رو بعد برید خودتون بخونید، مزمور رو فکر کنم 81. 3 تا آیه اولش داره پرستش میکنه، برای خداوند سرود شادی بسرایید. با تب گفتم بابا تو این شرایط این چیه؟ بعد همینجور میخونم آیه 10 میگه که هشدار به هم داده که فقط خداوند رو بپرست، هیچ کس رو سجده نکن. من میخواستم التماسش بکنم بابا فقط بذار من اسمن اینجا باشم، ولی اون آیه گفت که هیچ کس هیچ بوتی رو سجده نکن، فقط خداوند رو بپرست. و آیه 10 میگفت که دهان خود رو باز کن و من آن رو پر خواهم کرد. چند تا آیه دیگه ازش الان یادم هست، میگفت که من خداوند تو هستم، من بار رو از روی دوشت دارم بر میدارم
من اون دست تو دارم آزاد میکنم از حمل اون سبدها. اینا میدونید که راجع به قوم اسرائیل زمانی که در اسارت و بردگی بودن و خداوند اونها رو آورد و آزاد کرد. و این ده تا آیه شد که وقتی که ایشون برگشت من شکن کردم و راحت رفتم خونه. البته سخت بود، نمیگم راحت، واقعا سخت بود برام. خیلی حالا روحانیش نکنم و خودم رو قهرمان ایمان نمیخوام نشون بدم، سخت بود، حتی به خانومم نتونستم تا سه‌شنبه بگم داستان رو. ولی همچین خدایی داریم که خدای برکته. عزیزان، کلیدهای برکت رو، آیاتش رو پیدا کنید، برید درش قرار بگیرید، چون خداوند میخواد شما رو برکت زیاد بده، اونقدری که گنجایشش رو نداشته باشید. باور کنید. توی خشم و عصبانیت بنده متاسفانه همسرم رو خیلی اذیت کردم، حتی خانوادم رو، پدر و مادر رو. البته توبه هامو کردم، مخصوصا پدر مادرم رو خیلی اذیت کردم. یک بار دیگه روز پدر بابا منو ببخش. مامان شما همینطور. چون که در عصبانیت و خشم اسارت داشتم و خیلی بچه عصبی بودم، از کوچیکی اذیت میکردم و با همون خشم و عصبانیت اومدم ازدواج کردم و این رو دوباره بروز میدادم و همسرم رو خیلی اذیت کردم. الان جان یک بار دیگه شما من رو ببخشید. اما امروز خداوند من رو شفا داده از این مسئله و آزاد کرده. خب و نمیگم عصبانی نمیشم، ولی اون نمیتونه من رو کنترل بکنه، چون که وقتی که میاد من این جنس روح رو میشناسم و بهش میگم که شیطان دور شو از من، تو بر من قدرتی نداری. روحی که در منه بر تو غالب شده، پس ساکت شو و دور شو.